فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما. آقای ندیمی، بالقوه چه حملاتی میتونستن انجام داده باشن علیه این کشتی؟ خب به هر حال حمله در درجه اول میتونسته که یک حمله کینتیک باشه با استفاده از سلاح، همونطوری که ساویز رو در آوریل 2021 از کار انداخت، به شدت آسیب زد بهش و مجبورش کرد بعد از مدتی برای تعمیر به ایران یدک کشیده بشه. اون زمان چند ماه بعد بهشاد جای اونو گرفت. در این مورد اون کار گفته میشه البته کار اسرائیل بوده. در ادامه جنگی که در اون فاصله 2019 تا 2021 بین ایران و اسرائیل در جریان بود در دریا، ایران کشتی های اسرائیلی رو میزد، اسرائیل هم گفته میشه که به کشتی ایران در دریای سرخ حمله میکرد. در این مورد خاص به خاطر اینکه به هر حال ایالات متحده سیاست خودش رو اعلام کرده که حمله به اهداف ایرانی نیست و سعی میکنه در حوزه دفاع از خود باقی بمونه، از این سطح خارجتر نشه، طبیعتاً با توجه به اینکه کشتی هایی مثل ساویز و بهشاد از قدیم مشخص بود که در کنار نقش اعلام شده و رسمی خودشون که به عنوان پایگاه شناور گاردهای مسلح کشتی‌های غیر نظامی هستند، در کنارش کارهای دیگه‌ای هم انجام می‌داده، کارهای مخفی از جمله جمع‌آوری اطلاعات در مورد ترافیک کشتی رانی و همینطور انتقال این اطلاعات به متحدینشون در یمن که حوثی‌ها بودن، چه در زمان جنگ با عربستان سعودی و چه در شرایط فعلی که حوثی‌ها دارن سعی می‌کنن که کنترل کشتی رانی در منطقه رو در دست بگیرن. ببخشید حرفتون فکرم تموم شد. به نظر میرسه که خیلی محاسبه شده اما این واکنش ها داره صورت میگیره اینطور نیست، چون گمان میکنم، اگر اشتباه میکنم شما کارشناس امنیتی هستید من اصلاح بکنید، اگر میخواستن آمریکایی‌ها میتونستن به صورت فیزیکی همین کشتی رو منهدم کنن؟ بله، همونطور که عرض کردم میتونستن به صورت کینتیک یا فیزیکی اون کشتی رو آنچنان از کار بندازن که مجبور بشه برای تعمیر به ایران برده بشه و تا زمانی که کشتی مثل خود ساویز دوباره بیا جای اونو بگیره یک مدتی وقفه میافتاد. ولی تشخیص دادن که احتمالاً اگر این گزارش ها درست باشه که با یک حمله سایبری به کارایی این کشتی صدمه بزنن. ما میدونیم که از درست روزهای پیش از حمله شروع حملات هوایی آمریکا و بریتانیا به هدف‌های حوثی در یمن، کشتی بهشاد از موقعیت خودش که از سال 2021 اونجا بود، یعنی در روبروی مجموع جزایر دهلک، در روبروی هدیده، در میانه مسیر کشتیرانی جابجا شد، به سمت جنوب حرکت کرد و از باب المندب عبور کرد، در خلیج عدن به ادامه ماموریت خودش ادامه داد، زمانی که ناوگروه نیروی دریایی ایران هم در همون منطقه بود و تقریبا به صورت غیر مستقیم ازش حفاظت میکرد این ناوگروه. و میدونیم که خب این کشتی ها وقتی که از ترافیک کشتیرانی بتونن اطلاع پیدا بکنن، موقعیت اونها رو میتونن با تلفن های ماهواره‌ای به دوستان خودشون در یمن اطلاع بدن و اونها با استفاده از مختصاتی که بهشون داده میشد این درون ها و یا موشک های خودشون رو به سمت موقعیت کلی هدف شلیک بکنن. ولی به نظر میرسه که این داده ها با توجه به اینکه این اهداف متحرک هستند، سرعت رسیدن به دقیقاً مصرف کننده و انتقال اونها به اون سیستم تسلیحاتی به اندازه‌ای نبوده که بتونه به موقع شلیک بشه تا این موشک بتونه اگر سیستم اپتیکی برخوردار باشه بتونه در یک مخروط مناسبی از نظر میدان دید در روبروی هدف قرار بگیره که بتونه هدف خودش رو پیدا بکنه با دوربین اپتیکی خودش و روی اون قفل بکنه به هدف بخوره. و این محاسبه‌ای که من کرده بودم چیزی حدود حداقل 300 متر معمولا این موشک‌ها به هدفشون نمیخورن، خطا میرن و این نشون دهنده اینه که فاصله پرتاب موشک‌ها که چیزی بوده 300 کیلومتر از داخل محدوده حوثی‌ها بوده
کافی نیست در حقیقت اون روند، اون زنجیره رسیدن اطلاعات که بتونه موشک‌ها رو به موقع بتونه به هدفشون برسه. موارد خیلی محدودی بوده که موشک‌ها به هدفشون خوردن که شاید تا حدی به خاطر شانس بوده. حالا این کشتی وقتی که وجود نداشته باشه دیگه طبیعتاً اون انتقال اطلاعات خیلی سخت‌تر میتونه انجام بشه و شاید بخشی از اطلاعاتی که حوثی‌ها نیاز دارن برای اینکه بتونن کشتی‌ها رو کشتی‌هایی که بعضی از اونها سیستم AIS خودشون رو خاموش می‌کنن بتونن پیدا بکنن، موقعیتشون رو پیدا بکنن و مختصاتشون رو به سیستم‌های خودشون می‌دن. در مقابل چیکار می‌تونن بکنن؟ می‌تونن از دوربین‌های اپتیکی با قدرت خیلی بالا استفاده بکنن که این دوربین‌ها روی قایق‌ها یا ترجیحاً در جزایری که در کنترل حوثی‌ها هست و مشرف به خطوط کشتیرانی اینا رو قرار بدن تا بتونن که این حملات خود شنو با استفاده از این اطلاعات با دقت کمتر انجام بدم. اتفاقا همین لنجی که پیروز چند روز پیش نیروی دریایی آمریکا تسخیر کرد و سلاح‌های اون رو ضبط کرد حامل تعداد قابل توجهی از این دوربین‌ها بود. اگه دقت بکنید به عکس‌ها می‌بینیم که دوربین‌های خیلی با قدرت بالا در این کشتی قایق بوده و احتمالاً ایرانی‌ها سعی می‌کردن برای جبران این به دقت این خلای اطلاعاتی که حوثی‌ها پیدا کردن بتونن دوربین‌ها رو در موقعیت‌هایی بتونن قرار بدن تا با دید بهتر بتونن کشتی‌ها رو احراز هویت بکنن و در نتیجه هدفگیری رو روی اون انجام بدن. ممنونم از شما فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن.